امشب دوشنبه 21 سرطان 1400 هجری خورشیدی است. من مصطفی برهانی هستم، از شما دعوت میکنم در این بسته خبری با ما همراه باشید. مشروح خبرها. مقام‌های پاکستان میگویند اسلام‌آباد از روی کار آمدن دولتی در افغانستان حمایت میکند که از پشتیبانی مردم این کشور برخوردار باشد. وزیر داخلی پاکستان گفت طالبان جدید و متمدن افغان مذاکرات صلح را ترجیح میدهند و گفتگو با طالبان به نفع همه خواهد بود. در کابل اما باورها بر این است که طالبان تغییری نکردند. از طالبان 20 سال پیش تا طالبان عصر حاضر، آیا طالبان تغییر کرده؟ این پرسشی است که این روزها افکار عمومی را به خود درگیر کرده. در اینجا اما وزیر داخلی پاکستان میگوید طالبان جدید و متمدن افغان طالبان 20 سال پیش نیست و آنها مذاکرات صلح را ترجیح میدهند. طالبان جدید و متمدن افغان مذاکرات صلح را ترجیح خواهند داد و اسلام آباد هر دولت را که در افغانستان از حمایت مردم افغانستان برخوردار باشد خواهد پذیرفت. در کابل اما باورها بر این است که طالبان تغییر نکرده. در روی کرد این گروه هیچ تغییر نیامده و آنها همچنان بر اعمال قوانین سخت گیرانه خودشان تاکید دارند. طالبان تغییر نکرده، اینا با همون مفکوره خود است. حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، آزادی اعتقادی، همه از اینا برای طالبان قابل پذیرش نیست. طوری که در داخل تالار اشاره شد، تبعیض و برخوردهای غیر انسانی اسلامی علیه زنان در مناطق تحت تصرف طالبان نگران کننده است. یک نیروی است که فکر میکنه که همه چیز باید بر جامعه خودش تصمیم بگیره و فکرایشون فکر اگر واضح برتون بگویم هزارها سال پیش، از با امی یک ذهنیت چند هزار سال پیش وارد میدان میشه. آگاهان سیاسی نیز با اشاره به وضعیت بد امنیتی میگوین تشدید حملات طالبان و آواره شدن صدها هزار خانواده در مناطق مختلف کشور خود نشان دهنده آن است که در رویکرد طالبان تغییری نیامده. ما مجبور نیستیم حرفای وزیر داخلی پاکستان در این باره قبول کنیم. حملات طالبان در یک ماه اخیر 200 هزار نفر در افغانستان از خانهشان بیجا کرده. این کدام تغییر است؟ یک بحران بشری را ایجاد کرده. از سوی دیگر وزیر داخلی پاکستان گفته گفتگو با طالبان به نفع همه خواهد بود و اسلام آباد از صلح در افغانستان حمایت میکند، زیرا بدون تأمین صلح در افغانستان اتصال کشورهای منطقه با یکدیگر ممکن نخواهد بود. افغانستان می امن کی راه هموار کریں گے. اگر چین میخواهد 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند، بدون صلح در افغانستان امکان پذیر نخواهد بود. قطاری که ما میخواهیم به ازبکستان بیاوریم، بدون ثبات در افغانستان امکان پذیر نیست. وزیر داخلی پاکستان در حال از تغییر در رویکرد طالبان سخن زده که چندی پیش تصاویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که تخریب تأسیسات عامه را نشان می‌داد. در آن زمان نهادهای امنیتی ادعا کردند که طالبان پس از تصرف ولسوالی‌ها دست به تخریب تأسیسات عامه زدند. طالبان اما این ادعا را رد کردند. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با دکتر سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی، با طرح این سوال که وزیر داخلی پاکستان گفته طالبان تغییر کرده و حالا زمان مذاکره فرا رسیده است. واقعیت‌های میدانی چرا نشان می‌دهد؟ آیا طالبان تغییر کردند؟ پاکستانی ها متاسفانه یک منازعه دائمی که از سال 1947 بین افغانستان و پاکستان منازعه وجود داشته، تا اکنون بیشترین به اعتمادی را پاکستانی ها و بازی های دوگانه در قبال افغانستان پاکستانی ها انجام دادند. امروزی که مدعی هستند پاکستانی که حامی اصلی تروریستان و طالبان در منطقه محسوب میشه، پاکستانی ها تلاش دارند که اعمال تروریستی و خشونت آمیز طالبان را به یک نحوی توجیه بکنه و اقناع سازی بکنه. یک چنین چیزی مشخص هستن، شما ببینید در
میدانهای جنگ یک سر بزنیم. امروز در غزنی، در دایکنډی، در بامیان، در سمت شمال، در واقع در جای دیگه افغانستان که امروز جنگ هستن چه نشان میدهند؟ زنان مردم کشته میشه، کودکان کشته میشه، آدمهای بیگناه کشته میشه. مگر این خشونت نیست؟ آن چیزی که از صلح گپ میزنه پاکستانیا یا از نوع تغییر رفتار طالبان سخن میزنه در کجای کار قرار دارن؟ بالاخره امروز طالبا حتی از گذشته کرده هم خشنتر شده. امروز سر تا سر افغانستان در جنگ هستند، در آتش میسوزند. ما تقاضای مایی هستند هم از جامعه جهانی و کسانی که کشورهای منطقه و دنیا درگیر هستند در افغانستان و هم از طرف دیگر دولت افغانستان و همچنین پاکستانی هایی که با ادعای تغییر رویش طالبان سخن میزنند بیایند دست به کار شوند، گفتمان صلح افغانستان را یک بار دیگر بازنگری بکنن، روی میز مذاکره و صلح بنشینن. آنچه که پاکستانی ها دم از تغییر طالبان میزنن، نه طالبان تغییر کرده بلکه خشنتر شده، و نه آنچه که پاکستانی ها تصور میکنن که طالبان میتونه از طریق اصطلاح نظامی و مسلط شدن نظامی در واقع بتونه افغانستان بگیره، یک چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. نه دولت افغانستان میتونه که طالبان را در افغانستان دلیت بکنه و نه طالبان این تصور غلط را داشته باشه که بتونه کل افغانستان و شهرهای بزرگ افغانستان را بگیره. پاکستان در حال این صحبت ها را دم از صلح طالبان میزنه که خود پاکستان همواره متهم درجه یک خشونت ها جنگ افروزی در افغانستان هست و حامی طالبان شناخته شده از سوی دولت افغانستان. فکر میکنید که طرح یک کمربند، یک جاده چین که یک برنامه کلان اقتصادی هست، اسلام آباد رو مجبور به تغییر روی کرد کرده یا هنوز نمیشه که روی اظهارات پاکستان باور کرد؟ شما ببینید پاکستانی ها اصلا رویش اعتماد نمیشه باور کرد، چون یک منازعه طولانی ما با پاکستانی ها داشتیم. پاکستان افغانستان را عمق استراتژیک خود فکر میکنه. پاکستان تلاش میکنه که افغانستان با کشورهای منطقه از جمله با هند باید فاصله داشته باشه، اما ما فکر میکنیم که بهترین رای بیرون رفت از این چالش این است که در افغانستان هم کشورهای منطقه در واقع درگیر هست و منافع از اینها درگیری ثبات امنیت افغانستان هست، و همچنین چین یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان و پاکستانی ها بیشتر با کارد اقتصادی چین بازی میکنن. بیشتر میتونیم که گفتگوهای صلح از طریق چین پیگیری بکنیم که چینایی ها میتونن که در واقع روی پاکستانی ها فشار بیاورن، چون اینها یک پیمان استراتژیک اقتصادی دارن و بیشتر با کارد اقتصادی چین پاکستانی ها بازی میکنن. یگانه اهرم فشار پاکستانی ها میتونیم از طریق چین هم دنبال بکنیم که در واقع اگر پاکستانی ها به روی میز مذاکره بنشینه که نا با عنوان باداران و با عنوان رهبران مدیران ارشد گروه طالبان هستند که اینها را در افغانستان مدیریت میکنه، تمویل و تجهیز میکنه، اینها را تربیت میکنه، به تعبیر ساده تر کلید جنگ افغانستان در دست پاکستانی هاست و تروریستان پاکستان اگر پاکستان را چین قناعتش را حاصل بکنه و کشورهای منطقه، در واقع طبعا طالبا الزاماً میره به پای گفتگوهای صلح، و الا در غیر از او اگر پاکستان همچنان تقویه بکنه و هیچگونه انتظاری از صلح ما نباید داشته باشیم. در ارتباط با سقوط ولسوالی ها با ما بگین که برخی گمان زنی های وجود داره آقای حسینی که سقوط پای همه ولسوالی ها یک برنامه پیچیده استخباراتی هست که نه دولت و نه طالبا از او بی خبر هستند. دیدگاه شما در این باره چی هست؟ آیا به نظر شما فکر نمی‌کنید که یک کاسه زیر نیم کاسه وجود داره و هدف نهایی طراحان پشت قضیه چی میتونه باشه به نظر شما؟ افغانستان متأسفانه چوب سخت قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقی هست. بدون شک در پشت جنگ‌های افغانستان دسته‌های نامرئی کار می‌کنه که جنگ افغانستان رو مدیریت می‌کنه، که هم جنگ امروز از کنترل دولت افغانستان خارج شده و هم گروه تروریستی طالبان در واقع با خشونت‌های خود همچنان بیشتر افزایش داده و امروز بیداد میکنه، افغانستان رو ویران میکنه، همه مردم رو به خاک خون میکشونه. در اکثر ولایت امروز جنگ جریان داره، اکثر مناطق افغانستان امروز درگیر آتش سوزی هستن. شما ببینید بحثی که ما امروز داریم است که متاسفانه هم بحث مواد مخدر افغانستان، هم بحث به لحاظ ژئوپلیتیکی و استراتژیکی افغانستان که در جاده راه ابریشم جدید قرار دارند، این دست قدرت‌های بزرگ و
قدرت های منطقه‌ای هستند که جنگ افغانستان را تقویت میکنه. ما برداشت ما بر ازیست که دیگه کنترل جنگ افغانستان از دولت افغانستان خارج شده و این گروه های تروریستی به عنوان ابزار دست قدرت های بزرگ در واقع جنگ های استخباراتی را در داخل افغانستان را انداختند. گفتگویی بود با دکتر سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با جنگ و صلح در کشور.